و به این شکل بعضی خانم‌ها دوست دارن اینا چند لایه باشه، به همین مقدار کافی. ببینید با حتما چهار گوش باشه. الان اگه دقت بکنین این قسمت حدود 12 سانت، یه لایه بر میگرده اینجا، این هم 12 سانت. 12 در ابعاد 12 یک مرغک کوچیک به شما میده که این مرغک رو ما به این حالت به این شکل هست. ببینید این یه چهار گوشه، این گوشه روی این گوشه تا میشه، ریشه بندی میکنه تمیز، اینجا دیگه اتو میزنین، یه مثلث به شما میده. این مثلث رو شما در این قسمت که 30 سانتی‌متر چرت زدید، حالا بعضی از خانم‌ها صورت‌های بزرگتر دارن، صورت‌های کوچکتر، خودتون باید ببینین کجا راحت تر هستین برای این مسئله. از اینجا 30 سانتی‌متر پایین یه چرت میزنین به این شکل و این به این حالت، سه گوش به این قسمت اینطوری. من سنجاق میزنم که شما ببینید. این قسمت یه سنجاق، که چانه شما را بگیره این قسمت. دوباره مجددن اون طرف هم به همین شکل از اون سه گوش قرار میگیره به داخل به این شکل. به این شکل. به این صورت. شما حالا این صورت رو دارین، این چانه مثلثی شکل رو به این حالت. البته اول باید ما این درز رو بدوزیم. حالا من یک بارم پشت چرخ به شما این مسئله رو نشون میدم. از قسمتی که چرت زده بودیم شروع میکنیم به دوخت اون دوتا ترکی پایین مقنعمون با همون 1 سانتی‌متر. درز رو دوختیم، باز میکنیم، اتو میزنیم و به همون اندازه 1 سانتی‌متری که داریم که این راحت تر دوخت بشه، روی دوخت قبلی که با 1 سانت بوده و ما این پارچه 4 گوش رو داریم به این شکل که 3 گوش گفتیم تا میزنیم به این حالت، اتو میزنیم و شروع میکنیم هر کدوم از این گوشه رو که گوشه مثلث ما هست به چرت قرار دیم. این قسمت به یه درز دوخته میشه و این قسمت هم به درز روبه. که خدمتتون گفتم بستگی به اون ابعاد صورت داره. خانم ها هستن 30-35 بیاین از اون دولای بسته پایین. بهترین کارم اینه که اون سه گوشو یک بار توی سه گوش یک طرفش بدوزی، یک بار دیگه هم اون سه گوشو. یا این که میایم از بالا شروع میکنیم دور به مرکز که رسیدیم به اون سه گوش، سوزن فرو در کار پایه بالا، این درسای قبلی که در دامن و یقه آموزش دادیم،
انجام بده. سر تای کارمون رو محکم میکنیم. بسیار تمیزی داشتیم بدون که چینی چروکی بخوره. این مثلث دوخته شد به این شه. این از قسمت وارونه کارمون هست. دستم میذارم که شما بهتر ببینید. ببینید به این شکل. البته این درزا باید تمام باز بشه، اتو بشه، اینا ریشه بندی بشه. این هم چانه، بعد هم قسمت پایینش رو این چادر ریشه بندی میکنیم، تا میزنیم و میدوزیم. این به این شکل. ببینید همیشه بدونید وقتی که چادر یا مقنعه شما تا میشه قسمت پشت بلندتر از جلو هست. به این شکل ببینید اگه من سه گوش اینو تا بزنم به این حالت، پشت حدود 15 سانتی متر، همون 15 سانتی متری هستش که ما تا کردیم از لبه، از پایین خودش رو نشون میده. پشت همیشه بلندتر از قسمت جلوی چادر هست به خاطر سر. خب این هم به این شکل هست که ببینید اینطوری هم نشون میدیم روی. ببینید این یه مثلث بود که اینجا. برای تمیزی کارتون شما میتونید از انواع تورهای کتان استفاده کنید برای زیبایی کارتون. این قسمت رو ما اینجا دوختیم، میتونید این قسمت رو تا بزنید، چرخ بزنید، میتونید هم لب این قسمت رو تمیز تور دوزی کنید، یه تور کتان زیبایی به این قسمت بالا بدوزید. میتونید از تورهای ظریفی انتخاب کنید برای دور اون مرغک یا دور بالای مقنعتون. تورای ظریفی هست، با سلیقه خودتون استفاده کنید. من این تور رو میذارم قسمت لبه چادر به صورت از سه گوش شروع میکنم که فقط قسمت های بالاش پیدا باشه. به این حالت، به این شکل. اون یک سانت از بالای چادرم که حالا با یک سانت ما چرخ زده بودیم، این هم شروع میکنیم لبه پارچمون رو بدوخت کرده. یه تیکه تور ساده حاشیه دار قرار میده. به صورت اول به صورت باریک شروع کنید، کم کم پهنش کنید. بعد از دوخت من خدمتتون نشون میدم. چرخ ندوخت، من این نخو تنظیمش کنم. پس لبه مقنعه رو که رو سرمون قرار داره، اون قسمت ترکی رو شما میایین تا میزنید، تورمون رو قرار میدیم روی اون یک سانت و شروع به دوخت. اضافه های تورمون رو میچینیم، لب تور یه مقداری تا میزنیم، چرخ میکنیم که ریش نشه و به داخل درز نشه، اتو میزنیم و این به این شکل که اضافه های نخو بگیریم. ببینید به این شکل شد. این حالت مثلثی هست که شما داشتین. به این حالت این قسمت چانه شما هست که زده بیرون این قسمت، و این قسمت هم لبه های توردوزی شده که روی سر قرار میگیره. به این حالت در این مجموعه آموزش روبالشتی برای عزیزان توضیح داده میشه. روبالشتی که ما برای شما در نظر داریم
معمولاً بالشتایی که الان آماده هست از پشیشه در فروشگاه به فروش می‌رسن 50x70 سانتی متر اندازه‌شونه. 50x70 سانتی متری که شما باید برش بزنید، این بالش ها دور دوست داره به صورت 4 سانتی متر پیلی. بهترین و روش که شما میتونید خیلی راحت این بالشت ها رو شما بدوزین برای خودتون در منزل، مقدار اول پارچه‌ای که شما نیاز دارین، عرض این ملحف ها، حالا یا گلدار باشه یا ساده که ما ساده برای شما انتخاب کردیم که بتونیم دور تا دور حاشیه‌اش رو که می‌دوزیم خوب دیده بشه. ملحفه که شما برای روی بالشتتون، رو بالشتی‌هایی که بخواین الان شما بدوزین، مقدار عرض این ملحف ها 2.40 متر 3 متر میتونه باشه. شما از عرض 2.40 سانتی متر که پهنای پارچه است و در فروشگاه پارچه فروشی و منسوجات موجوده نیاز به 120 سانتی متر پارچه دارید، یعنی 1 متر و 20 سانتی متر پارچه تهیه کنید و در عرض 2.40 سانتی متر. خب ما 50x70 طول و عرض روبالشته ما هست، اما مقداری که ما برای روبالشی برمیداریم 60 سانتی متر در 172 سانتی متر. گاهی اوقات شما از تیک پارچه ها استفاده می کنید. ما برای که شما راحت کار آموزش ببینید، نیومدیم روی و زیر و اون تیکه 15 سانت بالا رو همه رو تیکه تیکه کنیم، سه قسمت کنیم. اومدیم یکسره برای اینکه تو خونه شما راحت تر که آشنایی و آگاهی کمتری در مورد خیاطی دارید، برای شما آسان تر باشه. به این شکل عمل میکنیم که از لبه ترکیه پارچه که من سنجاق زدم و شما میبینید به مقدار 1.72 متر جدا میکنم به این شکل. حالا تا اینجا 150 تاست، 22 سانتی متر دیگه برمیدارم، اون 2 سانت برای